صادق چوبک بیشک یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر کشور ماست. قلم معجزه‌گر و سحار این نویسنده مردمی همیشه سعی در بیان خواسته ها و محرومیت های پایین ترین اقشار جامعه داره. او همیشه از مردمی حرف میزنه که زندگیشون در چارچوب فقر و ذلت به سیاهی و تباهی کشیده میشه و شانس داشتن ساده ترین شرایط رو برای زندگی از دست میدن. اما در داستان ماندنی تنگ سیر، صادق چوبک از زاویه دیگری به مردم ساده و زحمتکش میهن خودش نگاه میکنه. این بار قهرمان داستان او مظلومیه که ساکت نمیشینه و به احقاق حقش دست میزنه. محمد قهرمان داستان تنگ سیر با همه عامی بودن و ساده بودنش انسانی بسیار شریف و زحمتکش که زندگی پر افتخاری رو پشت سر داره. او سالها با قوای انگلیس جنگیده و رشادتهاش در این جنگ زبانزد خاص و عامه. اما محمد با اینکه سالها از اون روزگار میگذره هنوز هم یک جوان مرده و داستان تنگ سیر در شروع کتاب ما رو با او در حالی آشنا میکنه که برای مهار کردن عصیان گاوی یک زن بیوه در گرمای طاقت فرسای بوشهر عازم زادگاهشه. اما محمد با همه رشادتها و تواناییهاش یک مظلوم ساده و زجر دیده است. حاصل یک عمر تلاش او توسط چند نفر به یغما رفته و محمد از بازپس گرفتن دارایی و زندگیش عاجز مونده. اما نکته جالب داستان هم در اینه که محمد بیشتر از اون که به از دست رفتن پولش فکر کنه، از تحقیری که نسبت به او روا شده زجر میبره. در قانون طبیعی و ساده‌ای که محمد اون رو قبول داره، مظلوم اجازه نداره طلب حق و مکافات ظالم رو اونطور که بعضی‌ها توصیه و تبلیغ می‌کنن به عهده خدا و پیغمبر بگذاره. او با سادگی در نجوایی با خودش این جمله رو تکرار میکنه که مگه من خودم چلاغم که حضرت عباس بیاد انتقام منو بگیره. در قاموس محمد اگر او به این خفت تن بده و ظلم رو بپذیره، فردا پسرهاش از داشتن چنین پدری احساس خجالت خواهند کرد و برعکس اگه بمیره، گرچه بچه هاش یتیم و بی سرپرست خواهند شد، اما با غرور و افتخار زندگی خواهند کرد. پس محمد به ظلم تن در نمیده، جونش رو کف دستش میگیره و در تصمیم مصرانه با سراغ ظالمینی میره که اونو غارت و تحقیر کردن. جواب ظلم با گلوله داده میشه و ظالمین زیر پنجه قهار محمد در خاک و خون میغلطن. در این بازی خونین محمد اما تنها نیست. چتر حمایت مردم، مردم ساده‌ای که همیشه از قربانیان محمد ظلم دیدن، روی سر محمده و اونو از شر حوادث حفظ میکنه. بعد از مکافات دادن کسانی که اونو از هستی ساقط کردن، محمد برای بردن زن و بچه هاش به زادگاهش برمیگرده. در اونجا تفنگداران حکومتی به انتظارش نشستن. اما محمد با حمایت مردم و با استفاده از شجاعت و درایت خودش که نتیجه سالها جنگیدن با انگلیسی هاست، از دست تفنگدارها جون سالم به در میبره. به سوی نقطه دوردستی حرکت میکنه. صادق چوبک در این داستان از یک مرد ساده و عامی قهرمانی درست میکنه دوست داشتنی. این قهرمان علیه ظلم عصیان میکنه و حقانیت مبارزه رو به اثبات میرسونه. در داستان تنگ سیر محمد فطرتاً عاصی و ظالم نیست، بلکه این جامعه است که اونو به عصیان سوق میده و راهی جز انتقام برای او باقی نمیگذاره. در داستان خوب تنگ سیر این ظالمه که موجب خشونت میشه و آتش این بیداد بیش از همه دامن خود ظالم رو میگیره. البته این سرنوشت مخصوم هر ظالمی در هر گوشه از این دنیاست. عصیان مظلوم و به باد رفتن پایه‌های کاغذی قصری که ظالمین برای خودشون می‌سازند.